ایو ریپورتر، فراخوان بیش از 100 نماینده پارلمان اروپا به رسمیت شناختن قتل عام 67 به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت، اتخاذ یک سیاست قاطع در مذاکرات اتمی. ایو ریپورتر 9 دسامبر 2021. بیش از 100 نماینده پارلمان اروپا از جمله 14 وزیر پیشین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند قتل عام 1367 در ایران را به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسند و سیاست قاطعی را در مورد مذاکرات اتمی در برابر رژیم اتخاذ کنند. این ابتکار در کنفرانسی در پارلمان اروپا که توسط گروه دوستان ایران آزاد این پارلمان و با حضور نمایندگانی از گروه‌های مختلف برگزار شد اعلام شد. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستند احترام به حقوق بشر و لغو مجازات اعدام را پیش شرط روابط خود با رژیم ایران قرار دهند. رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی، سخنران اصلی این کنفرانس گفت در بین جنایت‌های غیرقابل شمارش آخوندها سهمگین‌تر از همه قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 است، جنایتی که همچنان ادامه دارد. این کشتار بر اساس دو حکم خمینی برای قتل عام همه زندانیان هوادار مجاهدین بود. این آشکارا یک نسل کشی بود. بعد هم اعدام زندانیان سایر گروه‌های سیاسی را به جریان انداختند. خانم رجوی تأکید کرد تا آنجا که به جامعه جهانی مربوط است، سکوت و بی‌عملی نسبت به این جنایت وحشتناک شاخص مماشات با قاتلان حاکم بر ایران است. همین بی‌عملی رژیم ایران را جریتر کرد و موجب وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران شد. دولت‌های اروپا با سکوت و بی‌اعتنایی نسبت به کشتار زندانیان سیاسی و سرکوب اعتراض‌ها در عمل دست رژیم را باز گذاشتند. آنها گمان می‌کردند نقض حقوق بشر امری محدود به داخل ایران است. تجربه سه دهه گذشته اثبات کرد که این دیدگاه و سیاستی اشتباه است. رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت از نمایندگان پارلمان اروپا خواست قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا برای به رسمیت شناختن قتل عام 1367 به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت به تصویب برسانند و از خواست مردم ایران برای محاکمه بین المللی خامنه‌ای و رئیسی به جرم قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و کشتار 98 حمایت کنند. نمایندگان پارلمان اروپا شامل یک نخست وزیر پیشین و یک رئیس پیشین دولت، دو معاون نخست وزیر و 14 وزیر پیشین اروپایی از جمله وزرای خارجه و دفاع لهستان، اسپانیا و جمهوری چک و لیتوانی بودند. نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه خود تاکید نمودند ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی، عضو هیئت مرگ در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 بود که اکثر آنها از سازمان مجاهدین خلق، اپوزیسیون دموکراتیک رژیم بودند. در دوران تصدی او به عنوان رئیس قضائیه در جریان قیام آبان 1398 بیش از 12,000 نفر دستگیر و در زندان‌های تحت نظارت او مورد شکنجه قرار گرفتند و بسیاری سربنیست شدند. نمایندگان پارلمان اروپا تاکید کردند اخیراً بالاترین دادگاه فدرال سوئیس به دادستان فدرال دستور داد تا ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو در سال 1990 توسط رژیم آخوندها را در چارچوب جنایت علیه بشریت و نسل کشی مورد تحقیق قرار دهد. دکتر رجوی نماینده وقت شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس و یک سفیر پیشین بود.